بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة فيل كإن سورة دار كي مكرمة نازل شد است. الله سبحانه وتعالى مفرمياد بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ای پیامبر، آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل چی کرد؟ آیا حیله و نقشه آنها را در تباهی قرار نداد و پرندگان گروه گروه بر سر آنها فرستاد که در منقار و چنگال داشتن به سوی آن می اندوختند و آنها را سنگباران می کردند؟ پس آنها را همچو کاهی جویده شده قرار داد. یعنی آیا نشانه های قدرت الله و رحمت او نسبت به بندگانش و دلایل توحید و یگانگی او و صداقت پیامبرش را در آن چی با اصحاب فیل کرد مشاهده نکرده ای؟ آن فیل سوارانی که میخواستند کعبه را خراب کنند و نزدیک بود آن را خراب نمایند و برای این کار خود را آماده کرده بودند. آنان برای ویران کردن کعبه فیل های با خود بردند و با گروه و لشکر از حبشه و یمن آمدند که عرب ها توان رویاروی با آنان را نداشتند. وقتی به نزد مکه رسیدند و عرب ها توان دفاع را نداشتند و اهل مکه از ترس آنان از شهر بیرون گریختند. الله سبحانه و تعالی بر فیل سواران پرنده های متفرق فرستاد که هر یک سنگ از گیل با خود داشت و فیل سواران را سنگباران کردند و همه آن را از بین بردند. پس آنها نابود شدند و از بین رفتند، مانند کاهی که خورده شده و جویده شده است. و الله سبحانه و تعالی شر آنها را دور کرده و نیرنگشان را بر خودشان برگردان. داستان اصحاب فیل معروف و مشهور است و این اتفاق در سال رخ داد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آن سال به دنیا آمدند. پس این واقعه یکی از مقدمه های دعوت و رسالت او بود. الله را ستایش میکنیم و او را سپاس میگذاریم.